زد و خورد میان طرفداران و مخالفان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر تا بامداد روز پنج شنبه در شهر قاهره ادامه داشت. در این درگیری ها 3 نفر بر اثر شلیک گلوله از سوی هواداران حسنی مبارک به سوی تظاهرکنندگان کشته شدند. به دنبال این درگیری ها میدان تحریر در شهر قاهره تبدیل به صحنه جنگ میان این دو گروه شده است. دو گروه درگیر با پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی یکدیگر همچنین باعث آتش سوزی های گسترده‌ای در سطح شهر شده اند. شاهدان عینی میگویند حمله کنندگان پلیس بدون یونیفرم هستند، اما وزیر کشور این اتهام را رد کرده است. تظاهرات علیه حسنی مبارک از 25 ژانویه آغاز شده و تا کنون بیش از 150 کشته بر جای گذاشته است. مخالفان خواستار کنارگیری رئیس جمهوری مصر از قدرت هستند، اما حسنی مبارک روز سه‌شنبه اعلام کرد تا انتخابات آینده ریاست جمهوری در ماه سپتامبر در قدرت میماند. به دنبال این سخنان بود که درگیری میان حامیان و مخالفان حسنی مبارک از روز چهارشنبه آغاز شد.